آیا آنطور که بعضی ها ادعا می کنند حضور گسترده و میلیونی مردم در مراسم تشییع جنازه رفسنجانی نشانه آلزایمر سیاسیه؟ یا مردم از فرصت مرگش استفاده کردن که تو دهنی تازه به ولی فقیه و اعوان انصارش بزنن؟ توجه شما را جلب می کنم به گفتاری از رضا سپیدرودی. سلام میگم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. مرگ رفسنجانی و پیامدهاش، مخصوصا حضور گسترده و میلیونی مردم در مراسم تشییع جنازه رفسنجانی، بدون هیچ تردیدی مهمترین و داغ‌ترین حادثه سیاسی این هفته بود و همونطور که در بعضی داوری‌ها مطرح شد، احتمالاً تأثیراتی در کوتاه مدت در تعادل جناح‌های حکومتی و توازن قوا بین این جناح‌ها باقی می‌ذاره. این تأثیرات بی‌دلیل هم نیستن. راستش رفسنجانی از معماران اصلی نظام جمهوری اسلامی و جعبه سیاه اسرار نظام بوده. بخش اساسی حوادث مهم تاریخ پس از انقلاب بهمن رو بدون توجه به نقش رفسنجانی نمیشه دقیق توضیح داد. رفسنجانی بخشی جدا نشدنی از کارنامه سیاه سرکوب و کشتار نظام جمهوری اسلامی. از همون فردای انقلاب تا موج کشتارهای سالهای 60 تا قتل عام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 و بگیر و ببند و سرکوب دگراندیشان، طراحی قتل و کشتار و ترور نویسندگان، مخالفان، منتقدان، فعالان اپوزیسیون در درون مرز، در بیرون مرز، تو همین موارد رفسنجانی نقش اساسی داشته. همین جنبه از چهره رفسنجانی بود که باعث شد اسمشو بذارن عالی جناب سرخپوش. رفسنجانی بعد از جنگ پا به پای اون ترورها و کشتار دگراندیشان کارگزار اصلی سیاست ویرانگر تعدیل اقتصادی هم بود. در همین دوره بود که موج وسیع خصوصی سازی ها رو تو کارخونه ها و اخراج کارگران شاهد بودیم. نابودی آموزش و پرورش عمومی و رایگان رو شاهد بودیم. تبدیل بهداشت و درمان به عاملی برای سقوط مردم به زیر خط فقر رو در واقع شاهد بودیم. همه اینها توی اون دوره به اضافه آسیب‌های مختلف اجتماعی تو ابعاد سراسری و تخریب محیط زیست اینا کلید می‌خورن. رفسنجانی رویاش این بود که پیشرفت اقتصادی درامیخته با دیکتاتوری، با روکش اسلام و فقاهتی و ولایت مطلقه فقیه رو که یک نسخه بومی شده از مدل چینی توسعه به حساب می‌اومد اینو پیش ببره. و همین بود که اسمش رو گذاشتن سردار سازندگی. در همین دوره به وسیله شخص رفسنجانی بود که به نام سازندگی پای نیروهای نظامی و سپاهی و امنیتی به حوزه اقتصاد باز میشه و خیلی زود چنان بنیادهای اختاپوسی نیرومندی از ترکیب روحانیون و حکومتی و نظامی ها و سپاهی ها شکل میگیره و غارت و اختلاس چپاول دارایی های ثروت های عمومی یک چنان ابعادی به خودش میگیره که رو فساد خاندان رفسنجانی سایه میندازه. تجربه خود رفسنجانی نشون میده که ترکیب ناسازگاری های سرشتی نئولیبرالیسم کلاسیک با تاریک‌اندیشی ذاتی دستگاه ولایت مطلقه فقیه یه شترگاف پلنگی به نام اقتصاد خصولتی از آب در میاد که بدترین جنبه های نئولیبرالیسم کلاسیک رو با بدترین شکل های حفظ سلطه ایدئولوژیک دستگاه فقاهتی به منحط‌ترین و بدترین و وحشیانه‌ترین شکل‌ها ترکیب می‌کنه. از نظر سیاسی رفسنجانی از شروع دوره اول دولت اصلاحات خاتمی تا سال 88 قدم به قدم از خامنه‌ای و از سیاستاش فاصله می‌گیره. رفسنجانی یادمون باشه در شروع این دوره عالی جناب سرخپوشه و دژ بخش بزرگی از محافظه‌کاران و روحانیون سنتی به حساب میاد، ولی میانش با اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی خوب نبوده. در اواخر این دوره بدون اینکه پیوندهای این آدم با حوزه‌های علمیه، با آخوندهای مجلس خبرگان، با روحانیون سنتی، با تکنوکرات‌های به اصطلاح چیز دولت و اینها، با بخشی از بازار اینا از بین بره، اصلاح طلبان بهش نزدیک میشن
زیر فشار سرکوب اون دستگاه اونوری و خودش هم از سیاست های خامنه‌ای بیشتر فاصله میگیره. رفسنجانی که خودش مهری اصلی در انتخاب خامنه‌ای بوده به رهبری بعد از مرگ خمینی و این نکته‌ای که ناطق نوری هم بعد از مرگش دوباره روش تاکید میکنه و اینا، توی خیزش 88 از کودتای انتخاباتی دستگاه ولایت و متحدانش انتقاد میکنه و به سرعت و این خیلی عبرت انگیزه، از معمار و شناسنامی انقلاب و استوانی ولایت تبدیل میشه به یکی از خواص بصیرت که یا نادانه یا خائنه یا جاسوس آمریکاست یا جاسوس انگلیس یا نفوذیه. از 88 تا سال 95 و همین هفته پیش که رفسنجانی در 82 سالگی میمیره و طبق بعضی روایت ها هم البته به وسیله اطلاعات سپاس را برداشته میشه به عنوان بخشی از مهندسی انتخاباتی که در راهه، رفسنجانی در مرکز ائتلافی بوده که یک سرش تو حوزه‌های علمی و محافظه‌کاران سنتی بوده، سر دیگرش بین سبت‌ها و طرفداران موسوی، یک طیف نامتجانسی که رفسنجانی تونسته بود به هر حال به شیوه خیلی پراگماتیستی در چارچوب مصلحت کل نظام زیر پرچم اعتدال دولت روحانی اینا رو با هم نزدیک نگه داره. ولی در توضیح علت حضور گسترده مردم تو مراسم تشییع رفسنجانی که به روایتی که خودشون گفتن و خب البته تصاویر و فیلم ها اینا هم همین رو نشون میدن، حدود 2.5 میلیون نفر شرکت کردن. در این رابطه توجه به مثلا نکات دیگه هم مهمه، یعنی جناح ولایی با هدف مصادره‌جویی مراسم تشییع جنازه رفسنجانی اینا به رسمیت شناختن دیگه و نمیشدم نشناسم، به هر حال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. پیام خامنه‌ای به مناسبت درگذشت رفسنجانی با همه لحن کینتوزانی که توش بود در واقع راه رو برای یک نمایش وسیع خیابانی باز گذاشته بود، بخصوص که هم چماقداران و باندهای سرکوبگر و اوباش و اجامر خودشون رو از قبل سازماندهی کرده بودن که بعد تو فیلم ها و تو کلیپ هایی هم که منتشر شد دیدیم دیگه، ریخته بودن مردم رو میزدن پشت تای مثلا حرکت مردم، هم شبکه های تبلیغاتی وابسته به دستگاه ولایت به وسط به میدون آمده بودن تا عواید حضور در مراسم تشییع رو به حساب پیروی از رهبر در واقع چی بکنن، شعارش نمی بود دیگه، این همه ملت اومده به عشق رهبر اومده. حضور خاتمی را هم که تو مراسم اصلا ممنوع کرده بودن، یعنی اجازه اصلا بیاد تو مراسم تشییع جنازه رفسنجانی شرکت بکنه. یعنی محاسبه که بکنیم هم امکان حرکت وسیع، حرکت علنی، حرکت بی هزینه رو برای مردم فراهم کرده بودن، هم با یک نوع تفرعون فاشیستی که واقعا ویژه است در بین اینها برای مصادره کل مراسم مردم رو دوباره تحریک کرده بودن. خب معلومه که بخش بزرگی از مردم هم از این فرصت بی‌نظیر استفاده کردن تا یک کشیده محکم دیگه به گوش ولی فقیه بزنن، بهش نشان بدن که کوچکترین ارزش و اعتباری در میان مردمشون نداره. بدون توجه به این نکته اساسی واقعا نمیشه حضور گسترده توده مردم در مراسم تشییع جنازه رفسنجانی رو توضیح بدیم. این حضور هر قدر هم که آغشته بوده باشه به ملاحظه فاصله گیری رفسنجانی از سیاست های دستگاه ولایت از سال 88 به این طرف در میان یه بخشی از مردمی که برحال اومده بودن و اینا، باز اساسا از جهت نفی است که قابل توضیحه. و یادمون نره که گروهی از مردم برای آزادی آرش صادقی و زندانیان سیاسی شعار سر دادن. مراسم تشییع جنازه رفسنجانی یکی از اون روزهایی بود که میشد بدون اینکه نیازی باشه به سازماندهی از قبل یا پرداخت هزینه امنیتی سنگین با استفاده از همین فرصت تشییع جنازه وارد صحنه بشه آدم و دوباره در ابعاد سراسری عجز و مشروعیت باختگی همه ولایت مداران فاسد و مکار رو در تهران و به خصوص در رأس همشون خود شخص ولی فقیه رو به نمایش بذاره و دیدیم که این نمایش شد، این صورت گرفت. و البته جالبه که خوب امام شرخانی رو هم که اینا صورت دادن اونم مردم مسخره کردن، چون اینا چندین سال بود که یه فوش و فضاحت میدادن به رفسنجانی و اصلا صدا و سیما اینو بسته بود، اصلا اجازه حضور بهش نمیداد. بعد یک دفعه دیدین که تمام شبکه‌ها شروع کردن چیز کردن که این اصلا پیرو به تام الاختیار رهبر بوده بنده خدا.
یعنی خب معلومه که این امام چرخانی و معلومه که این ریاکاری و معلومه که مردم اینو میفهمن و اینا رو مسخره خواهم کرد و مسخره هم کردن. مردم اساسا برای همین اومده بودن، البته هر جا شرایط رو مناسب دیدن به همین حد اکتفا نکردن، آگاهانه و آمدانه رو مطالباتی مثل آزادی همه زندانیان سیاسی هم تاکید کردن. خیلی از ناظران سیاسی گفتن و قرائن هم راستش اینطور نشون میده که دست کم در افقهای مشهود مرگ رفسنجانی اصلاح طلبان و اعتدالیون رو تضعیف میکنه و میتونه ائتلافی رو که سرهمبندی شده بود از هم بپاشونه، ولی این الزاماً به معنای این نیست که وضع به جنبش ضد دیکتاتوری بدتر میشه. پیام ضد دیکتاتوری حرکت مردم که به شکل متناقضی با استفاده از مراسم تشییع جنازه نماد مصلحت اندیشی همین نظام صورت میگیره، جای تردیدی نمیذاره که حتی به فرض اینکه اون حایلی که ائتلاف اعتدالیون میان دستگاه ولایت و مردم الان به وجود آورده این از بین بره، در هم شکستن مقاومت مردم که الان از امکان شبکه‌های اجتماعی هم برای سازماندهی خودشون برخوردارن کار ساده‌ای نیست.